أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام و رحمت الله بر شما و جوان ملزاد. تا جایی که شما در جریان هستید، تلویزیون قبلی وصال ناحق با جهت گیری مرموز با اختلاف و نفاق در بین برادران سلفی و حتی کشته شدن بعضی از علما در افغانستان شده است. مگه وصال حق یا به قول خود بنده وصال ناحق مگه هنوز ادامه داره؟ این که بسته شد و همین شخص مجهول الهویه انصاری، نه مجهول الهویه نیست، ایشون مشهور اسمش انصاریه، از بلخ، فقط اسم مستعار میذاره بر خودش، یعنی و در رأس با غارت پول ها سعودی. نه این هم چیزی من خبر ندارم که در سعودی پول غارت کرده باشه. من میدونم که ایشون با غارتگران وقتی در سعودی بود با ابزار دست غارتگران شد، برای ما هزاران مشکل درست کرد. اینو من میدونم. حالا ایشون ارزاش خیلی کمتر از اینه که غارتگر باشه. ایشون مثل آدم صدش استفاده کردن برای دروغ سازی، برای اینجور چیزا. در استانبول مدرسه زده و معلوم نیست برای استخبارات کدام کشوری مسئول فعالیت است. اینو من نمیدونم. مدرسه زده یه مصیبتی که الان هست، هر کسی از هر دری شکست بخوره میره راه دعوت پیش میگیره. این مصیبت بزرگیه در هر جا، این مخصوص این آقا نیست. از قرائن معلوم شد که با گروه های تکفیری تاجیکستان وظیفه اجرا میکنه. نمیدونم اینا رو، هیچ من نمیدونم. و از طرف حکومت تاجیکستان حمایت میشود، اینم نمیدونم. نمیدونم چرا تلویزیون نور هنوز برای او اعتماد میکند و سهمی در پروگرام ها براش میدهند. بله، همچنان انسان بدنامی رو تلویزیون نور چرا برنامه داده من نمیدونم. و یعنی خودشون صلاح خودشون رو بهتر میدونم. با تایید حرف اینا چیهای از یوتیوب میاد، با تایید حرف مرزاد که انصاری در حدی نیست که در مورد حکمتیار و سایر علما نقدی کند، حتی نظری بدهد، زیرا انصاری فهم دینیش خیلی خیلی ابتدایی می باشد. درسته، این حرفتون کاملا درسته. انصاری علاوه از این گستاخی هایش مشابق گروه داعش است. فکر نمی کنم شو مشابق داعش باشه و با تکبیر کردن علما داعش را برای ترور علما آماده می سازد. شون که من ندیدم جایی کسی رو تکبیر کنه. البته من دنبال حرفاش نیستم، نمیدونم. یعنی شما این حرفات که میزنی حداقل مدرکی می آوردی. داعشی که از تاجیکستان فرستاده می شود در مساجد افغانستان امامان و مساجد را به شهادت می رسانم. این حرف درسته؟ و حتی کسی که مهندس حکمتیار می خواست رو کنه از داعشی های تاجیکستان بودن. داعش امروزی پوششیست برای همه دستگاه مخابراتی. قطع میکنی؟ اگر متوجه بشید زیادتر کسانی که از برنامه انصاری تمجید می‌کنند همین جوانان تاجیکی هستند. خب ایشون چون دامادشونه، بعد از اون خیانت‌هاش در تلویزیون وصال ناحق، هم خودش زن تاجیک، زن دوم تاجیک گرفت و هم فرماندهش زن مالزی گرفت. فرماندهش هم فراری شد رفت مالزی، البته بعدا برگشته دوباره. و از این بخور مخور ها بالاخره خدا حسابشون برسه، لیکن خدا من رسواشون کرد. همین جوانان تاجیکند که حتی بعضیشان نمیتونند فارسی بنویسند، با نوشته های روسی از وی توصیف مینوند. این خود نشان میدهد که انصاری با این گروه تروریست در ارتباط است. اینا رو من نمیدونم. در نقل خبر آدم باید خیلی دقت کنه.